دوازدهمین روز آذر ماه برابر با 3 دسامبر سال 1346 خورشیدی برابر با 1967 میلادی، نخستین عمل پیوند قلب در جهان توسط پروفسور کریستین بارنارد آفریقایی در بیمارستان گروتشور واقع در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی با موفقیت به انجام رسید. وی در این عمل قلب زنی 25 ساله را که بر اثر تصادف جان داده بود به مردی 56 ساله پیوند زد. در این عمل یک تیم پزشکی متشکل از 30 دکتر و پرستار مدت 5 ساعت طی 4 مرحله موفق به انتقال قلب و پیوند و بازگرداندن ضربان عادی قلب شدند. این عملیات پزشکی اگرچه موفقیت آمیز بود، اما اعتراض بشر دوستان را برانگیخت، چرا که آنها معتقد بودند اگر قلب مورد نظر برای پیوند هنوز جان داشته باشد، پیوند آن به دیگری مساوی با انجام قتل نسبت به صاحب اصلی قلب می باشد. گرچه گیرنده قلب در این عمل با قلب جدید به حیات خود ادامه داد، اما چندی بعد به علت سرماخوردگی شدید و بیماری ریوی جان سپرد. سال 1391 خورشیدی برابر با 2012 میلادی، در گذشت حیدر علی هومن، روانشناس و روانسنج که وی را پدر علم روانسنجی ایران لقب دادند، وی دارای مدرک فوق دکترا در حوزه پژوهش کاربردی، 2 درجه دکترا در رشته های روانسنجی و روانشناسی تربیتی و 5 مدرک فوق لیسانس در حوزه های مختلف روانشناسی، روانسنجی، زبان و ادبیات انگلیسی، فلسفه و تعلیم و تربیت از دانشگاه های آمریکا بود. پژوهش های دکتر هومن عمدتاً در حوزه آمار و روش تحقیق کیفی می باشد. 3 کتاب از او با نام‌های شناخت روش علمی، تحلیل داده‌های چند متغیری و آمار استنباطی به عنوان کتاب برگزیده سال معرفی شدند. سال 1391 خورشیدی برابر با 2012 میلادی، در گذشت احسان نراقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه و جامعه شناسی که تنها فرد ایرانی است که معاونت یونسکو را عهده‌دار بوده است. وی که در کاشان دیده به جهان گشود، تحصیلات مقدماتیش را تا کلاس 11 در مدرسه پهلوی کاشان گذراند. او ابتدا 2 سال در دانشگاه تهران به تحصیل حقوق پرداخت و سپس به توصیه پدرش برای ادامه تحصیل راهی سوئیس شد. احسان نراقی لیسانس جامعه شناسی را از دانشگاه ژنو دریافت نمود و پس از 2 سال اقامت در تهران موفق به اخذ بورس تحصیلی در مقطع دکترا از دانشگاه سوربن فرانسه گردید. وی سپس به مدت 16 سال مشاور ویژه مدیر کل سازمان یونسکو بود. از جمله کتاب‌های وی میتوان به پایان یک رؤیا در نقد مارکسیسم، علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، اقبال ناممکن، آن حکایت‌ها، آنچه خود داشت، جامعه، جوانان، طمع خام، در خشت خام، نظری به تحقیقات اجتماعی در ایران اشاره کرد.